بهم ایمیل دادن که دیگه واقعا محافظت از تو سخته. آخه سفید از شما خواسته که هویتتون رو تغییر بدید. خب من مسیح علی نژادم. من اصلا هویتم به خاطر اینه که صدای کسایی رو بلند میکنم که صدایی ندارن. آخه سفید بهتون همچین ایمیلی زد، واکنشتون چه بود به اونها؟ من شک بهم وارد شد. احساسم اینه که دولت آمریکا یه جایی داره پشت ایران و مردم ایران رو خالی میکنه. من به این اعتقاد ندارم که مردم ایران خودشون به تنهایی رژیم رو میندازن. مردم ایران نیاز دارن که دولت‌های غربی وقتی که اونا دارن رژیم رو میندازن با اون رژیم جنایتکار دست ندن. ترجمهش الان اینو دارید میگید عملا که بدون حمایت خارجی مردم به تنهایی نمیتونن. مردم وقتی داشتن حکومت رو مینداختن در اون شرایط پول دادن به اون حکومت مردم چجوری میتونن بندازن؟ شما به قاتلان مهسا و نیکا و سارینا پول میدین، ولی به یه شهروند عادی که فقط داره میگه اینا قاتلن، ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم جمهوری اسلامی بره، میگین برو ناپدید شو. آقای بایدن میگه ما با مردم ایران ایستادیم. گفتم نه، خواهش میکنم آقای بایدن، شما نایست، شما لطفا بشین و تصمیم درست بگی. چقدر فکر میکنید که به خصوص جمهوری خواهان در کنگره مثل جلسه ای که امروز برگزار شد میتونن پلی بزنن که صدای چهرهای مثل شما رو به کاخ سفید بیارن، حتی اگر نه از روی علاقه، از روی ناچاری؟ آفرین، همه حرف اینه، ما باید دولت آمریکا رو مجبور بکنیم که صدای رادیکال نه به جمهوری اسلامی رو بشنوه. آمریکا هم باید بدونه که مردم ایران